به آقایی که دم در حرم امام رضا ایستاده بود گفتم سوال ساده ازت میپرسم، بفرما. تابلوهایی که تو خیابونا زدید برای نشون دادن اینجا چی روش نوشتید؟ گفت منظور بودم چی نوشتید؟ نوشتیم حرم مطهر. گفتم میشه برای من توضیح بدی این مطهری که یه عمرت میگید رو تابلوها مینویسید چه معنا و مفهومی داره؟ یعنی پاک و پاکیزه است، هر ذره شستن و تمیز کردن اون وقت میشه مطهر. منم اگر رفتم منزلم و یه چند تا رو آوردم تمامش رو شستند و روفتند و تمیز کردن میشه منزل مطهر. گفت نه. گفتم پس معناش پاک و پاکیزگی ظاهری نیست، خب بگو باطنی چیه؟ حرم مطهر یعنی حرم گناه نمی کنه؟ خب ترا دیوار و سنگ و اینا که گناه نمی کنه، چی مطهرم؟ پس بگو یعنی چه معناش؟ شما بفرمایید. گفتم من بلد نیستم. تو بگو، تو که یه عمرت اینجا ایستادی با اینایی که ایستادن اینجا و نان امام رضا رو می‌خوری، شما معنا کنید حرم مطهر رو. شما معنا کنید حرم مطهر. مطهرم نه، و مطهر اسم مفعول. از چی پاک و پاکیزه؟ پس برید تمام این تابلوها رو پاک کنید، نه دیگه بگید حرم مطهر، نه تابلو بنویسید. حالا توجیه کن ببینم، نه به یه نفر، هر روز به یه نفرشون گفت ریش سفید گفت. نمیدونیم به خدا از آقا ما هم گرفتار شد. نمیدانیم. شما مشکل ندارید، شما بندگان خدا مأمورید و معذور به قول معروف. بزرگترادون هم نمیدانن چرا یه اون گفتن حرم مطهر. دروغ گفتید به مردم. لا اله الا الله. امام حسین نشون دادن که حرم مطهر دروغ نیست. شماهایی که نمیفهمید، شماهایی که اعتقادی به جایی و دستگاهی نداری.